امشب در 24 خشم عمومی در پی صدور حکم اعدام برای خواننده معترض و زندانی. پای لنگ پای داریم به پاکش نره، مبارزه هشتکی گوشید نشکنه، میگن چوب معلم و هرکی نخوره خره، میگن اینجا گشنه ای ولی بهش پره زره، میگن آب روی بین المللی مهمتره، پس صورت ها سرخ میشن با نظام و چکش. چهرهای سیاسی و مدنی خواستار آزادی فوری توماج صالحی و اعتراض عمومی شدن. واکنش گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال به حکم اعدام توماج صالحی، حمایت از رپر زندانی و تهدید به تظاهرات خیابانی. اعتراض‌های جهانی به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض. فرانسه، ایتالیا و کانادا حکم اعدام توماج صالحی را شدیداً محکوم کردند. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری حکم شدند. از واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده زندانی و رپر معترض، موج گسترده ای از اعتراض‌ها را ایجاد کرده و هشتگ توماج صالحی به یکی از ترندهای شبکه اجتماعی اکس تبدیل شده. شهروندان معترض با انتقاد در شبکه‌های اجتماعی درباره اجرای این حکم به جمهوری اسلامی هشدار داده و گفتند که دوباره به خیابان‌ها برمی‌گردند. در ادامه واکنش‌های گسترده داخلی، مهدی یراهی، دیگر خواننده و آهنگساز معترضی که چندی قبل به دلیل ترانه روسری تو در بیار بازداشت شده بود، خبر حکم اعدام توماج رو از فرط بی بنیادی به کمدی سیاه تشبیه کرده و در شبکه اجتماعی اکس نوشته برادرش رو بدون قید و شرط آزاد کنن وگرنه دود این آتش چشمان دولت مردان رو خواهد سوزاند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، هم گفته جمهوری اسلامی با صدور احکام ظالمانه و انتقام جویانه علیه فرزندان ایران، طغیان خشم و ظلم ستیزی مردم ایران رو خواهد دید. حامد اسماعیلیون از تورنتو کانادا با ماست. آقای اسماعیلیون، دیدم که شما واکنش‌های زیادی داشتید. چه هست به نظرتون دلیل اینکه حکومت تصمیم به صدور چنین حکمی گرفته که حدس می‌زنم می‌دونستان واکنش‌های زیادی به همراه خواهد داشت؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان شما. اگر بخوایم تصویر درستی از این روزهای ایران داشته باشیم، در چند هفته گذشته ما شاهد بودیم که به دستور علی خامنه‌ای حکومت وارد جنگ علنی با زنان شده، در ایستگاه‌های مترو، در دانشگاه‌ها، در خیابان. تصاویری که ما می‌بینیم و روایت‌هایی که ما می‌شنویم نشانه اینه که جمهوری اسلامی به شدت از خشم مردم می‌ترسه و علاقمنده که به مردم القا کنه که نمی‌تونن تغییر رو ایجاد بکنن. و به نظر من کاری که در مورد توماج صالحی کردند و حکم اعدامی که صادر کردن در همین راستاست، برای القای ترس، برای مرعوب کردن مردم. ولی در عوض چیزی که ما می‌بینیم خشم هست، خشمی که وجود داشته و الان شعله‌های اون رو ما بیشتر از گذشته می‌بینیم. هدف جمهوری اسلامی ترسوندن مردمه و به نظر من موفق نخواهند شد. توماج صالحی یک چهره مردمی است، چهره صادق، هنرمندی که در تمام سال‌های گذشته در کنار مردم بوده، در کنار دادخواهان بوده، صدای مردم بوده و یک حکم اعدام برای توماج صالحی و متاسفانه بسیاری دیگر مثل رضا رسایی، مثل مجاهد کورکور، مثل عباس دریس و بسیاری دیگر و زندانیان سیاسی که در زندان هستند. این فضاییست که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و مهمه که ما در برابر این فضا بایستیم. این که در برابر این فضا چطور بایستین هم به گمانم مهم هست. دیدم در توییتر یا اکس جدید گفتید که روزهای شنبه و یک شنبه میخواید راه پیمایی ها و تجمعات متعددی در سراسر جهان ترتیب بدید. برنامه‌تون چه هست؟ کجاهای دنیا رو در نظر دارید؟ ببینید، در یک سال و نیم گذشته گروه های مدنی بسیاری در شهرهای مختلف جهان اقدام به در واقع برنامه‌ریزی برای تظاهرات و راهپیمایی و تجمعات کردن. همون گروه ها این بار هم در حال برنامه‌ریزی هستند. گروهی هستند از دوستان نهاد مدنی به نام Global Network for Women Life Freedom یا شبکه جهانی زن زندگی آزادی. میدونم که برای بیشتر از 20 شهر فعلا در حال برنامه‌ریزی هستند و در روزهای شنبه و یک شنبه ما دوباره به خیابان‌های جهان برمیگردیم برای همبستگی با زنان ایران، برای همبستگی با توماج صالحی، حمایت از توماج صالحی، برای درخواست لغو حکم اعدام
و برای اینکه به مردم ایران بگیم ما در کنارشون هستیم، در این حال که سعی میکنیم به دولت‌های دموکراتیک هم فشار بیاریم تا خواسته هایی که داریم رو اجرا بکنند. چقدر فکر میکنید که فشارهای خارجی مهم هست؟ در مورد خود توماج صالحی بعضی از قانونگذاران غربی کفالت سیاسی او رو بر عهده گرفتن، ولی به نظر نمیاد حتی اون هم مانع از این شده باشه که جمهوری اسلامی حکمی چنین سنگین علیهش صادر کنه. به نظر من در درجه اول شکستن فضای ارعاب مهمه. در درجه اول فضای ترسی که سعی میکنه جمهوری اسلامی القا بکنه مهمه که این فضا شکسته بشه، مردم دوباره برگردن به خیابانها. خب فعالیت‌های زیادی در این سالها انجام شده، دیدارها، نامه‌ها، گفتگوها، ولی تجمعات خیابانی هم بخش مهمی از در واقع عملکرد مدنی مردم رو در خارج از کشور تشکیل میده و در یک سال نمی گذشته ما دیدیم به هر حال کشورهای دموکراتیک دولت‌هاشون تصمیمات رو ممکنه جای دیگه بگیرن، ولی باید بدونن که ما حضور داریم و باید بدونن که ما مردم ایران رو تنها نمیگذاریم. ما ایرانیان در کنار هم هستیم و خواسته ها رو تکرار خواهیم کرد، ولی در درجه اول مردم و نهادهای مدنی و زندانیان سیاسی در داخل ایران برای ما مهمن که به اونها بگیم ما فراموش نکردیم، ما قاتلین فرزندان ایران رو نمی بخشیم و در کنارشون هستیم و این شنبه و یک شنبه هم سعی میکنیم حضور پیدا بکنیم. اطلاع دارم که خب به هر حال از استرالیا تا نیوزیلند و تا کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، شهرهای بسیاری امیدوارم بپیوندند و در واقع یک حرکت جهانی دوباره ما علیه جمهوری اسلامی ترتیب بدیم. آقای اسمانی، شاید بیش از هر تظاهرات دیگری در داخل ایران هست که میتونه تأثیر گذار باشه. آیا برنامه‌ای برای خودتون یا اطرافیانتون یا نهادهایی برای فراخوان در داخل ایران هم دارید؟ ببینید، نهادهای بسیار زیادی هستن در داخل ایران که فعالیت میکنن. ما به نظر من باید توجه رو بیشتر از گذشته به داخل ایران برگردونیم. نهادهای دانشجویی، نهادهای فرهنگی ها، نهادهای کارگری، کارمندان، بازنشستگان، کسانی که در سالهای گذشته همیشه در خیابان حضور داشتن و خواسته هاشون رو فریاد زدن. جمهوری اسلامی سعی کرده سرکوب بکنه با صدور احکامی شبیه همین که الان میبینید، با زندانی کردن بسیاری از فعالین که آدم های مؤثری هستند. ما باید توجه رو برگردونیم به داخل ایران. ما باید تلاش بکنیم نهادهای مدنی رو چه در خارج از کشور چه در داخل ایران تقویت بکنیم، صداشون رو منعکس بکنیم و با رشد و تقویت نهادهای مدنی است در ایران که تغییر اتفاق خواهد افتاد. با تقویت نهادهای مدنی است که دموکراسی اتفاق خواهد افتاد. هرگز نباید این رو فراموش بکنیم که این نهادها در بسیج کردن افراد نقش مؤثری دارند و ما هر کمکی که بتونیم برای در واقع یاری رسوندن به این نهادها انجام خواهیم. ولی آقای اسماعیلی، در داخل ایران که بسیار بسته است دست این نهادها، کدوم رو می‌فرمایید که الان میتونه آزادانه علناً تبلیغ بکنه و دعوت بکنه برای تظاهرات؟ ببینید، بسیار شرایط سختیه در داخل ایران. شما میدونید تشکیل یک جلسه معمولی، گفتگوی معمولی هم بین افراد و فعالان بسیار مشکله، ولی اون چیزی که وجود داره، خب ما شاهد بودیم اعتصابات گسترده‌ای در مقاطع مختلف، اعتصابات کارگری شکل گرفته، اعتصابات معلمین شکل گرفته، دانشجویان همچنین. شما الان وضعیت دانشگاه‌ها رو می‌بینید، در واقع جلوی در دانشگاه‌ها ایستادند، حجاب دخترها و زن‌ها رو چک می‌کنند و اونها رو به شدت تحت فشار قرار می‌دن. ولی در این شرایط مرعوب کننده باز هم این نهادها وجود دارند و با هم در ارتباط هستند و این کار سازماندهی که باید انجام بشه در داخل ایران در درجه اول باید انجام بشه. شاید ما هنوز در همون لحظه‌ای نباشیم که اون اتفاق بزرگ باید بیفته، شاید به احتمال زیاد زمان میبره، ولی تقویت این نیروها وظیفه ماست و منم به نوبه خودم سعی میکنم تا حدی که میتونم با همکاران و دوستانی که اینجا داریم در واقع در جهت تقویت نهادها و نیروهای مدنی که پروگرسیو فکر میکنند و به ایران دموکراتیک فکر میکنند کمک بکنیم و فروگذار نخواهیم کرد. فکر میکنید حکم اعدام توماج صالحی پتانسیل این رو داره که دوباره جرقه شبیه به آنچه که در بعد از مرگ مهسا امینی دیدیم رو در ایران بزنه؟
میدونید که ایران عرصه ناپیشبینی شونده است، در واقع بسیار سخته که شما پیشبینی بکنید چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی خشم ما شاهدیم در خارج از کشور دست کم با همه فعالان و دوستانی که صحبت میکنیم بسیار همه خشمگین هستند و در درجه اول حکم اعدام باید لغو بشه در ایران، آینده باید این حکم لغو بشه و توماج صالحی هنرمندی است که من مطمئنم جمهوری اسلامی نهایتاً تسلیم او خواهد شد، تسلیم خشم مردم خواهد شد. بنابراین اتفاقاتی که میفته در آینده چندان قابل پیش بینی نیست. من خودم در تورنتو هستم، روز یک شنبه بنا داریم که در ساعت 2 باید از فعالین در واقع تجمعی رو ترتیب دادن در میدان کوینز پارک داونتاون یا مرکز شهر تورنتو، به این تجمعات بپیوندیم و در کنار مردم ایران باشیم. مردم ایران نهایتاً تصمیمشون رو گرفتند، از جمهوری اسلامی گذر کردند و همه ما میدونیم که به هر حال این پروسه طولانی خواهد بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران. ممنونم از شما حامد اسماعیلیون از تورنتو کانادا. بهمن قبادی کارگردان هم در واکنش به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با انتشار ویدئویی در اینستاگرام گفته ماشین جمهوری اسلامی لب پرتگاه قرار گرفته و نیازمند یک فشار و اتحاد مردمه. درود به شما. برای توماج صالحی عزیز، هنرمند در بند جلالان جمهوری اسلامی، با یه خاطره حرفامو شروع میکنم. 22 سال پیش بود با آقای عباسی کیارستمی تو کردستان بودیم و بارون میبارید و توی تپه جاده خاکی گیر کرده بودیم. هر کاری میکردیم ماشین از این تپه نمیرفت، یا علی یا حسین یا علی یا حسین. بعد یهو گفتم آقای کیارستمی ما تو منطقه سنی نشینیم، بگیم یا عمر یا ابوبکر یا عثمان، شاید این اتفاق بیفته. یه مسیحی هم با ما بود، فرمسایی گفت بذار منم یه یا مسیح بگم. هر کی هر چی گفت، یه باوری ما توی این دستا توی این مشتا و هول دادیم و ماشین به راحتی رفت بالا. داستان امروز ایران هم همینه. یه ماشین درب و داغون، یه کلب پرتکا است، یه هول باید بدین تا بره و بیفته سقوط کنه. این دست ها باید جمع بشه. هر ایمانی که داری، باوری که داری، مذهبی که داری، قوم و نژادی که هستی، باید همه کنار هم باشیم و این اتفاق وجود بیاریم. به نام توماج، به نام ژینا، به نام کیان، به نام خدا نور، به نام دختران معصومی که کشته شدن توسط جلادان، به نام زنان و خواهرانی که الان در جنگن تو خیابون ها با جمهوری اسلامی فاسد، به نام اینها شده کاری باید بکنیم. این اصطلاحی که یه عده مثل نمیارن، گفتن هنرمند حق نداره، اصلا کاری سیاسی نباید بکنه. و چه هنرمندی هستی؟ خب مگه توماج هنرمندی نبود که صدای مردمش شد؟ مگه میشه خفه شد؟ برای کی فیلم میسازی؟ برای کی میمیسی؟ برای کی بازی میکنی؟ برای کی آهنگ میسازی؟ برای مردم. نمیتونی کاری بکنی؟ مردمه که نمیتونه فیلمتو ببینه، بازیتو ببینه، موزیکتو گوش بده. غم داره، مریضه، ایران خانم مریضه، باید حالشو خوب کرد. همه باید همت کنیم، همه باید حول بدیم. هر جا که هستیم، هر جا که هستیم میشه این اتفاق وجود آورد. ساکت نشیم، این بزرگترین فرصته و نذاریم توماج آزار داده بشه. ایرانیان و مدافعان حقوق بشر در شهرهای مختلف کشورهای جهان علیه حکم اعدام برای توماج صالحی به خیابان اومدن. معترضان خواهان آزادی فوری آقای صالحی و زندانیان سیاسی در ایران هم. ایرانی با غیرت، پشت توماج یه ملت. ایرانی با غیرت، پشت توماج یه ملت. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی. زن زندگی آزاد. همین الان اینجا در واشنگتن دی سی هم تظاهراتی در جریان. همکارم اردوان روزبه از محل این تظاهرات با ماست با جزئیات بیشتر. اردوان، فرداد همونجور که پیش از این هم ما اینجا توسعه روز پیش تجمعی بود، نگرانی مردم میرن از جنگ، حالا
حالا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نه تنها نگرانی‌های بین‌المللی رو برای مردم ایران ایجاد میکنه، ترس و خطر جنگ، این طرف قضیه در داخل هنوز هم به دنبال ناام کردن فضا و آزار مردم هستش. مسئله خبر حکم اعدام توماج صالحی نگرانی رو نه تنها فقط برای مردم داخل ایجاد کرده، بلکه مردم خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور هم کاملا دوباره این ترس و این نگرانی رو برای از دست دادن عزیزانی که تجربه از دست دادنشون رو از شروع انقلاب مهسا تاکنون داشتن احساس میکنن. خیلی خودجوش و جدی با درخواستی که گروه NSG ایران داد برای جمع شدن، میبینی که جمعیتی که الان پشت سر من هستن اینجا در مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی جمع شدن. اونها ترانه های توماج صالحی رو میخونن، شعار میدن و اعتراض میکنن. من خواستم یکی از معترضین همراه من باشه. میتونم اول از هر چیز ازتون بپرسم، وقتی که شنیدید حکم اعدام برای یک خواننده ایرانی صادر شده چه احساسی داشتید؟ احساس خیلی وحشت و ترسه که یک هنرمند که تنها صداش و قلمش و اشعارش راه مبارزش بود برایش این حکمی صادر بشه. اما تعجب هم نمیشه کرد، رژیم جمهوری اسلامی در کنار بحران آفریانی‌های اخیر خودش در خارج از کشور نشون داده که بزرگترین دشمن خودش رو مردم ایران و مردم داخل ایران میدونه و با لشکرکشی خیابانی بر علیه زنان، با احکام ناعادلانه‌ای که این روزها مثل حکمی که برای توماج صالحی دادن، نشون میده که از مردم ایران، از قیام مردم ایران میترسه و ما ایرانیان خارج از کشور در کنار ایرانیان داخل کشور صدای اونها هستیم. در کنار دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی جمع شدیم که بگیم ما معترض هستیم به این احکام ناعادلانه و ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور مانند دو بال این جنبش در کنار هم حرکت میکنن تا در کنار هم بتونیم آزادی ایران رو روزی جشن بگیریم. یه سوال برای من پیش میاد، طبیعیه که به نظر میسه جمهوری اسلامی عکس العمل نسبت به این اعتراضات نشون نمیده، سالهای سال این تجربه رو داریم، فکر میکنین چقدر میتونه روی خارجی ها و غیر ایرانی ها این اجتماع تاثیر بذاره؟ از سال گذشته که جنبش زن زندگی آزادی در تمام دنیا آغاز شد، ما میتونیم تغییر افکار عمومی و تغییر افکار اندیشکده های خارجی، افراد خارجی رو ببینیم نسبت به ایرانیان که در حال حاضر رژیم جمهوری اسلامی رو کاملا منفک میدونن از ایرانیان. و این مسئله خیلی مهمه که ما همچنان استمرار داشته باشه حرکتمون و صدای مردم داخل ایران که تمام رسانه‌ها و کانال‌ها برشون بسته شده رو به خارج از کشور منتقل کنیم که شاید بعضی از سیاستمداران خارج از کشور این صدا رو بشنون و بتونیم تأثیر بذاریم بر اجتماعات خارج از کشور و ایرانی و خارجی‌هایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن. می‌دونم برنامه امروز فقط منتهی به این برنامه نخواهد شد، مثل که بعد از این شما برنامه دیگری دارید برای تصمیم، درسته؟ بله، بعد از پایان برنامه امروز ما در مقابل دفتر حافظ منافع رژیم خواهیم ماند، تحصن خواهیم کرد، 24 ساعته خواهیم بود و این امتداد خواهد داشت تا روز شنبه که ما تجمع دیگری خواهیم داشت در اعتراض به حکم ناعادلانه اعدام توماج صالحی. فرداد، به نظر میرسه حکمی که صادر شده خشم ایرانیان خارج از کشور رو برانگیخته و ایرانیان ساکن منطقه واشنگتن دی سی از ابتدای خیزش مهسا تاکنون بارها و بارها در این خیابون‌ها شعار دادن، همراهی کردن. حالا نکته مهم اینه، کسی که امروز در زندان هستش به خاطر خوندن، به خاطر یک ترانه صداش شنیده میشه. همینجا بارها و بارها ترانه‌های توماج صالحی خونده شده و قرار هستش که این اعتراضات ادامه پیدا کنه و تلاشی باشه برای اینکه صدای ایرانی ها رو خیلی از قانونگذاران آمریکایی بشنوند. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از محل این تظاهرات روبروی دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در سفارت پاکستان همینجا در واشنگتن دی سی. تجمع عده دیگری از ایرانیان و مدافعان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان علیه حکم اعدام برای توماج صالحی و درخواست برای آزادی سایر زندانیان سیاسی در ایران را هم با هم ببینیم. For social freedom. Diese einseitige Krieg ist gegen unsere Frauen, gegen unsere Mutter und Schwester. Terrorregime! Terrorregime! Terrorregime!
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی با واکنش گسترده چهره‌ها و مقامات سیاسی در جهان هم همراه شده. وزارت خارجه فرانسه حکم اعدام توماج صالحی رو به شدت محکوم کرده و اون رو غیر قابل قبول خونده. همزمان وزیر خارجه ایتالیا با محکوم کردن این حکم گفته دولت ایتالیا با مجازات اعدام در هر مکان و شرایطی مخالفه. آنتونیو تایانی گفته ایتالیا برای دفاع از آزادی و حقوق بشر در سراسر جهان به تلاشش ادامه میده. سوزانا کوموسو سناتور دموکرات ایتالیایی هم گفته گرچه روابط با ایران مهمه، اما دولت‌ها باید از خودشون بپرسند که روابط تجاری با ایران به قیمت جان چند نفر می‌ارزه. جاناتان ویلکینسون وزیر منابع طبیعی کانادا هم خواهان آزادی فوری توماج صالحی شده. دیوید شوبریچ عضو مجلس سنای استرالیا هم نوشته جهان در حال نظاره است و اونها باید تمام تلاششون رو بکنن تا از توماج در برابر این وحشیگری به گفته او محافظت کنن. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیای بریتانیایی که بیش از 2 سال به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود هم گفته توماج صالحی آزمونی برای سنجیدن شماست. نامش رو صدا کنید. نوربرت روتگن نماینده پارلمان آلمان هم گفته حکم صادر شده علیه توماج صالحی باید برای جمهوری اسلامی پیامد داشته باشه. کفیل سیاسی توماج صالحی خانم یوان ری هم ساعتی پیش در پارلمان آلمان درباره توماج و حمایت از دیگر معترضان ایرانی صحبت کرد. Beide Anklagepunkte wurden fallen gelassen. دیروز دادگاه توماج رو به اعدام محکوم کرد. توماج صالحی قراره بمیره چون قدرتش رو به رژیم نشون داد. به عنوان کفیل سیاسی توماج من نمیتونم و نمیخوام به سادگی این موضوع رو قبول کنم. و همکاران عزیز، خوشحالم که من تنها کسی نیستم که این موضوع رو میگیره. صدها نفر از اعضای پارلمان آلمان در تمام گروه‌های سیاسی کفالت‌های سیاسی رو در ایران به عهده گرفتن. چون ما میخوایم یه کاری انجام بدیم. چون ما قدرت مردم ایران رو میبینیم. چون ما از ضعیف بودن برخورد اتحادیه اروپا با رژیم ناامیدیم. اتحادیه ترور رو میبینه، وحشت رو تشخیص میده، اما شجاعتش رو نداره که اونو به عنوان تروریسم شناسایی کنه. گروهی از کارشناسان سازمان ملل هم خواستار آزادی فوری توماج صالحی شدند و از جمهوری اسلامی خواستند تا حکم اعدامش رو لغو کنه. اونها در بیانیه‌ای تاکید کردند که انتقاد از سیاست‌های دولت از جمله از طریق بیان هنری تحت حق آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی محافظت شده و نباید جرم‌انگاری بشه. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم درباره این حکم گفت کاخ سفید گزارش‌های نگران کننده رو دیده. او گفته ما در مورد کسی صحبت می‌کنیم که قبلاً در بازداشت با شکنجه و خشونت روبرو شده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با مسارش در سراسر جهان واکنش‌ها کم سابقه است. اگر بی سابقه نباشه اونهایی که در آمریکا بوده رو برامون بازگو کن. در بین نمایندگان کنگره هم بازتاب داشته آقای برادلی شرمن، حداقل من دیدم روی شبکه اکس توییتر سابق اشاره کرد به داستان توماج و اینکه جمهوری اسلامی رو به مرگ محکوم کرده است. اما ابتدا شاید در آمریکا شبکه ای بی سی آمریکا بود که راجع به توماج گزارش زد، در برنامه‌های تلویزیونیش هم پخش کرد، بخشی از آهنگاش رو پخش کرد. حتی من دیدم توی یکی از این گزارش‌ها راجع به اون آهنگ سوراخ موش صحبت کردن که توماج میخونه راجع به اون افرادی که جمهوری اسلامی همکاری میکنه، میگه باید سوراخ موش بخرید چون زمانتون به پایان رسیده است. رویترز راجع بهش نوشته، اینا خبرگزاری‌های معتبر و بقیه خیلی از شبکه‌ها و روزنامه‌های محلی از خبرگزاری مثل رویترز برمی‌دارن اخبارشون. CNN من دیدم 2-3 ساعت پیش اونها هم یه گزارش کامل پخش کردن راجع به این که اصلا توماج کی بوده، چه آهنگایی ساخته، کی معروف شده، و بعد راجع به خیزش انقلابی مردم ایران صحبت کردن، بعد آهنگی که خونده بر در حمایت از اون، و بعد هم اشاره کردن به اینکه شکنجه شده است بارها. وزارت خارجه آمریکا هم تو خوندی بخشایش آقای ودان پاتل بهش اشاره کرده بود که شکنجه شده در زندان به صورت فیزیکی و روحی. و حالا اینم باید بگم که خب این درست داستان پس از اونی صورت میگیرد که در آمریکا ما در طول 2 روز گذشته شاهد این بودیم که سنای آمریکا اون لوایح مربوط به جمهوری اسلامی به خصوص لایحه مهسا اکت رو دست گرفت و تصویب کرد، رفت تبدیل به قانون شد. اصلا یک بخشی که از اون مهسا اکت هست برای همچین مواردی پیش بینی شده است، برای موارد نقض حقوق بشر از طرف
افرادی که در جمهوری اسلامی مقام مسئول هستن، حالا چه در قوه قضاییه چه در قوه مجریه پلیس، اگر همکاری میکنن، پرونده سازی هایی که دیگه ما میدونیم جمهوری اسلامی برای چقدر آدم های مختلف انجام داده، حالا تو ماچ هم یکیش، و اون قانون الان تصویب شدنش در واقع این داستان رو تا حدی تحت تاثیر قرار داده است. هنوز در آمریکا در مطبوعات مخصوصا اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند سرگرم تشویق کردن و دست کف زدن و هورا کشیدن برای کنگره هستند که این قانون رو بالاخره بعد از یک سال خورده‌ای که از این اتفاقات می‌گذرد تصویب کرده است. با این حال ما گوشمون رو به زمین خواهیم چسبان در مورد مسئله توماج. امروز منم سعی کردم برم از قانون‌گذاران اینجا در موردش سوال بکنم. امروز روز تعطیلی کنگره است، از قانون‌گذاران یکی دو نفر بیشتر ندیدم و نمی‌دونستم، خیلی اطلاعات نداشتن که بخوان راجعش صحبت کنن، اما کسی متعجب هم نمی‌شود فرداد از اینکه بشنود که جمهوری اسلامی یک نفر به خاطر خواندن یک آهنگ محکوم به مرگ میکند و بعد از این داستان‌هایی که جمهوری اسلامی این شاخ و شونه کشیدن‌هایی که با اسرائیل انجام داد، کاملاً واضح است که جمهوری اسلامی سابقه شو داره، همیشه به این صورت بوده است که سعی میکند از این موارد استفاده کند برای اینکه به مردم در داخل ایران بیشتر فشار بیاورد. میرود کوری میخوند با دونالد ترامپ، وقتی قاسم سلیمانی رو میکشن اولین کاری که جمهوری اسلامی میکند هواپیمای خودی رو میزند در یه دالان هوایی که همه میدونن اونجا هواپیماهای مسافربری پرواز میکند، همه با چشم خودشون میبینن که موشک، دوتا موشک جلوی چشم همه در تهران با اون هواپیما میخورد. سه چهار روز میگوید ما نمیدونیم چی شده، داریم تحقیق میکنیم، و این یه تکنیکی است که جمهوری اسلامی بارها استفاده کرده است، الان هم دارد همون کار رو میکند. مشکلات خارجی رو سعی میکنه دامن بزنه، خودشو اونجا قلدر نشون بده، در این حال به امریکایی ها، غربی ها، اسرائیلی ها با ظلم کردن به مردم ایران نشان بدهد که در واقع چه کارهایی میتواند بکند، چه کارهایی که توی مملکت و کشورهای غربی، کشورهایی که حداقل دموکراسی رو حتی به صورت نصف نیمه هم اگر اجرا میکنن، ما هیچ کسی رو در تاریخ آمریکا نشنیدیم به خاطر خواندن یک آهنگ مثلا بخواد اعدامش بکنند، یا در اسرائیل و در کشورهای غربی دیگر. بنابراین این تکنیکی است که جمهوری اسلامی همیشه اجرا کرده است. اینجا هم در کنگره بعید میدارم کسی تعجب بکند از این حکم که جمهوری اسلامی صادر کرده است. با این حال سر و صدا راجبش زیاد است و احتمالاً بیشتر خواهید شنید به زودی در مورد این مورد خاص، چه از کاخ سفید چه از کنگره آمریکا. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. همونطور که بهتون گفتم واکنش‌ها به حکم اعدام توماج صالحی بسیار زیاد هست، چه در داخل ایران، چه توسط هنرمندان دیگر و چه توسط چهره‌های سیاسی هم در اروپا، همینجا در ایالات متحده آمریکا. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای اسامی، چرا به نظرتون واقعا چنین میکنن وسط این جنگ با اسرائیل و تنش‌های داخلی و اینقدر اعتراضات سراسری و سرکوب زنان به خاطر حجاب، یک حکم سنگین علیه یک هنرمند بالاخره محبوب در داخل ایران؟ میدونستن که احتمالا واکنش‌های زیادی خواهد داشت، چرا ولی چنین ریسکی رو میکنن؟ خب این اولا سالی میلیون دلاریه، شاید این بحرانزایی جزء دی ان ای جمهوری اسلامی باشه، اما من فکر کنم یکی از درس‌ها یا یکی از عواقبی که جنبش یا خیزش یا حرکت اجتماعی زن زندگی آزادی در برداشت این بود که وقتی که حس عاطفی مردم برای یک مسئله عدالت‌خواهی جریحه‌دار میشه، مردم اسپانتینیسلی خیلی خودجوش تو خیابون میان. یه درس دیگه هم این بود که در واقع این حس عدالت‌خواهی باعث شد که در واقع یک پلی بین خارج و داخل زده بشه، یعنی این حس بیرون هم اومد و یک همبستگی ایجاد شد. در ضمن همونجور که یادتون میاد یک همبستگی موقت هم بین نیروهای سیاسی خارج از کشور واقع شد. اما یک درسی هم که در واقع در این مستتر بود و وجود داشت این بود که نقش سلبریتی ها در واقع جنبش های اجتماعی یا خیزش های اجتماعی بسیار پررنگه، و این است که من فکر می‌کنم این حکم رو بیش از حد
در واقع مورد نظر داره. یعنی ببینید بر مسئله حجاب هم همین شد، یک عمل، حالا کم حجابی، بی حجابی، نصف حجابی، اگر یه آدم عادی انجام بده ممکن یک تخلف رانندگی باشه، اما اگه یه سلبریتی اینو انجام بده یه کار سیاسیه و بعد مجازاتش فرق میکنه. من فکر میکنم این مسئله نقش سلبریتی ها در حرکت در آوردن مردم و بعد رژیم های قدرت این را هم استفاده میکنن که چجوری شما رو یک جایی ببرن که جای خودتون رو بدونید. من فکر کنم در راستای اینه که به قول شما با وجود تمام این مسائل این میشه مسئله روز. چقدر فکر میکنید که پتانسیل این رو داره که دوباره مثل همون جنبش مهسا صدای مختلف رو سر یک موضوع واحد متحد بکنه؟ ببینید یه مقصد شما سیمبولیکلی متحدید، ولی اگر به کنش قراره، یعنی جنبش های اجتماعی رو وقتی مطالعه میکنید بایستی یک مطالبه مشخص داشته باشن، مثلا شاید حجاب یا مثلا لایحه حجاب مسئله باشه، شاید مسئله اعدام مسئله باشه. در این مورد مسئله عدالت خواهی، من دیشب مثل که یک توییتی از توماچ سالهی فاوندیشن اومد که پرونده توماج داستان تمام زندانیان سیاسی است. یعنی شما این وصف میشه به یک مسئله بزرگتر که عدالت خواهی جزش میاد و هر مسئله میتونه باعث خروش و جوش جامعه مدنی بشه، اما هزینه ای رو هم که تا امروز دادن بایستی در نظر بگیرید. یعنی در حقیقت هر حرکتی انجام میشه، جنبش ها انجام میدن، بایستی یک ارزش افسوده‌ای بهش اضافه بشه که در حقیقت بهاش اینقدر نباشه که جامعه مدنی بتونه تحمل کنه. ولی یک منطقی هم بالاخره باید پشتش باشه دیگه، نه؟ یعنی چرا فکر میکنید برای یک نفر که تنها جرمش واقعا خوانندگی بوده دیگه، یعنی ترانه سروده، کار عملی که نکرده علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا باید چنین حکم سنگینی بدن؟ من تجربه من و رصد که ما میکنیم رفتار جمهوری یا کنش ها یا واکنش های جمهوری اسلامی، اگر شما به اصطلاح تک و توک اعتراض کنید، حالا چه در روزنامه های خودشون، چه در تلویزیون ها، چه در تلویزیون یوتیوبشون، هرچی اگر شما معترض باشید به یک حکم یا حتی به بیت، این رو باش کنار میان. اما اگر یک گروه یا یک ارگانیزیشن، یک سازماندهی باشه، اگر تأثیر اجتماعی بخواد بذارید، دیدین که بخشی در زمان مهسا، بخشی از نظام، بخشی از کسایی که سلبریتی نظام بودن، سالها با تلویزیون صدا و سیما کار کردن، فیلم درست کردن، به مردم پیوستن. نقش سلبریتی ها اینو به یک جنبش تبدیل میکنه و در حقیقت این اعمال قدرت، نشون دادن اعمال قدرت است که ما بذارید بهتون بگیم در زیر رژیم ما، حکومت ما، جای جامعه مدنی کجاست، جای منتقدین کجاست حتی، و جای سلبریتی ها کجاست. کسی مثل توماج بالاخره یک اتحاد دیدید که تمام دنیا سلبریتی ها، من باز میگم یک لایحه‌ای 4 ماه پیش باز توماج سالی فاوندیشن به چاک شومکر در سنای آمریکا به دفترشون ارائه دادن که اسمش بود توماج اکت، که الان من دیدم باز توییت کردن. این خیلی مهم شد که گفتن بذارید ما اکت مهسا تموم بشه، مسئله حقوق بشری رو ما بررسی میکنیم و ادامه میدیم، مسئله اعدام رو، مخصوصا در مورد هنرمندانی که صداشون جهانی شده. بنابراین این در واقع یه خط قرمز میشه برای اون پیروان و پیشروان، اون کسایی که سلبریتی هن. حالا شما این مسئله رو میتونید در خود جامعه ایران هم ببینید که تا کجا تالرت میکنن، چی کنار میان، با چی رو تحمل میکنن، چی رو تحمل نمیکنن. حالا ممکنه این هم در سطح یک دادگاه اصفهان باشه و بعد ریسند بشه، پس بگیرن یا بعد بگیرن، ولی مسئله اصلی باقی میمونه که در حقیقت ما در قدرت. من یه تحلیل دیگه هم بدم که شاید این ربط داشته باشه بیشتر به سال شما. ببینید بعد از انتخابات 1402 و مجلس که تعداد مشارکت بسیار پایین بود، بیش از 60% شرکت نکردن و اون 40% هم که شرکت کردن برگ سفید خیلی یاد داده بودن، شما مقبولیت یا حقانیت نظام زیر سوال، رژیم زیر سوال میره. و بعد برای اینکه اینو جبران کنیم مجبوری یک کارای انجام بدی که بگی ما هنوز میتونیم کنترل کنیم جای شما کجاست، و این ممکنه به اونم ربط داشته باشه.
همین الان داریم میبینیم تصاویر زنده رو از تظاهرات اینجا در واشنگتن دی سی. تازه خیلی از اینها خودجوشه یا اگرم فراخوانی بوده خیلی محدود و محلی بوده. میشه حد زد که فراخوان‌های این چنینی در روزهای پیش رو زیاد بشه. دیدید اول برنامه با حامد اسماعیلیون صحبت میکردم، حرف از این هستش که این آخر هفته در نقاط مختلف دنیا تظاهرات این چنینی بکنن. برخلاف مهسا امینی هم خب آقای توماج صالحی همین الان هم چهره شناخته شده هست. بعضی از قانونگذاران غربی به خصوص در آلمان کفالت سیاسی او رو بر عهده دارن. چقدر فکر میکنید که این بار واکنش ها میتونه پررنگتر باشه، به خصوص با توجه به اینکه غربی ها هم میدونن او چه کسی است؟ والا من در واشنگتن ایریا محله خودمون میدونم اس ان جی مثل که شما هم الان صحبت کردید دیدم این خیلی خودجوش بود و 24 ساعت و دارن تحسن جلوی دفتر حفاظت به تحسن نشستن و ادامه میدن. در ضمن الان من دیدم سرسر دنیا با شما پخش کردید. ببینید وقتی حس عدالت خواهی رو جریه دار میکنید مردم شروع میکنن کار خودشون کردن. من اینجا فقط یه اشاره کنم، جامعه مدنی داره کار خودشو انجام میده، من فکر کنم هم داخل از کشور هم خارج از کشور. مسئله این است که آیا در واقع خود این عمل میتونه کمک کنه به عدالت خواهی در ایران؟ من بر این باورم که جامعه مدنی بسیار توانمنده و در این مورد و موارد دیگه حرف خودش رو پیام خودش رو میزنه. حالا شما ممکنه فکر کنید در یک مقطع زمانی اون نتیجه‌ای که شما همون میخواید به دست نیارید، ولی شما فکر کنید مهسا امینی مهار شد قضیه دیگه، درسته، ولی ببینید عواقبش همینجور دنباله داره. یعنی یک حرکت یک جا تموم نمیشه. اینی که مردم رأی ندادن و مقبولیت رژیم زیر سوال میره به خاطر که جامعه مدنی الان این رو زیر سوال برده که چرا شما حریم شخصی رو چرا شما نمیشناسید، چیزی به عنوان حریم شخصی حریم خصوصی نمیشناسید. مسئله چه بایستی بپوشم، چه بایستی بگم، کجا بایستی بگم، داره در حقیقت یک تصدیگری میکنید و این ممکن در حالت عادی تأثیری نداره الان، ولی تأثیرشو دارید میبینید که این ادامه پیدا کرده. و این یه بحث دیگه هم هست راجع به همین گلوبالیزیشن. من دیدم شما هم اشاره کردید راجع به جهانی شدن، که اینی که دنیا صدا میده و نمایندگان مختلف از کشورهای متفاوت میبینن و کارهای توماجو میبینن. و بعد یه نفر توییت کرده بود که موقعی که اتفاق افتاد زن زندگی آزادی، توماج ساکت نشنست و در مقابل بی‌عدالتی صحبت کرد. الان موقع شماست که حرکتی انجام بدید. فکر کنم توماج سالی فاندیشن این کارو کرد. ببینین این داره گسترده میشه و من این فکر میکنم که جامعه مدنی یک مطالباتی داره که جامعه اسلامی یا نظام اسلامی جوابگو نیست و این انقلابی ها و اون سوپر انقلابی ها که با این مسئله از جمله حجاب مشکل دارن این رو بدتر و بدتر میکنه مگر راهکار سیاسی برای این پیدا کنه. ممنونم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو با ما. این صحبت هم تصاویر زنده رو میدیدید از اجتماع گروهی از ایرانیان روبروی دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی همینجا در واشنگتن دی سی در سفارت پاکستان. بخش رسانه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال هم از مخاطبان درباره هدف حکومت از صدور حکم اعدام برای افرادی مثل توماج صالحی نظرخواهی کرده. پاسخ‌های زیادی دریافت کردیم. شماری از شهروندان معتقدند جمهوری اسلامی با چنین کارهایی به دنبال ایجاد رعب و وحشته. جمهوری اسلامی داره آخرین کلنگ قبر خودشو میزنه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه و فراموش کرده با کشتن هر جوونی یک ایل و طایفه و شهر رو ضد انقلاب اسلامی کرده. جمهوری اسلامی داره صبر ما رو بررسی میکنه ببینه ما چقدر دیگه خفت و خاری رو تحمل میکنیم. جمهوری اسلامی اینقدر در حماقت خودش فرو رفته و خامنه ای اینقدر در حماقت خودش فرو رفته که فراموش کرده که اگر خون از دماغ توماج صالحی بیاد، توماج صالحی پسر ایرانه، فرزند ایرانه، اگر خون از دماغ توماج صالحی بیاد همه ما به خیابون میریزیم و این کلنگ آخر رو توی قبرش میزنیم. جمهوری اسلامی باید یه ذره هوشمندانه تر عمل کنه وگرنه امسال سال پایانشه. توماج برادر ماست، توماج فرزند همه ماست، خون از دماغش بیاد خون به پا میکنیم. به نظر من حکومت دریافته که خشم عمومی به ماکسیموم خودش داره نزدیک میشه. شما تو ایران تو کوچه پس کوچه برید، نمیدونم تو خونه ها برید، توی تاکسی، اتوبوس، مترو، هر جا برید میبینید که صدای نارضایتی ها خیلی بلند شده. یعنی
زیر پوست شهر انگار که یه دینامیتی در حال انفجاره. به همین خاطر جمهوری اسلامی سالهای ساله که داره با شعار النصر به روب ادامه حیات میده. اگر گشت کشتار رو بذاریم اسمشو فاز یک ایجاد روب و وحشت بین هموطنان که شکست هم خورد البته و مردم توجه نکردن و دارن مقاومت میکنن، حالا دارن فاز دوی این موضوع رو اجرا میکنن. منظور و هدف جمهوری اسلامی از این حرکات اینه که میخواد مثلا زهر چشم بگیره. واقعا مشخصه که خیلی خیلی ترسیده از حرکت‌های مردم گیر کرده بین قیمت بنزین نمیتونه وارد کنه و میترسه که بنزین و قیمتشو ببره بالا یا حرکتی در رابطه با بنزین بزنه. یه جورایی داره به قول معروف زهر چشم از مردم میگیره که خودش انتظار یک انقلاب خیلی بزرگ داره میکشه و پیشا پیش داره پیش دستی میکنه که مثلا زهر چشم مردم رو بگیره. حکومت قصد داره انتقام سختی رو از ملت بگیره و ملت رو بترسونه، ولی دیگه گذشته، این ملت دیگه نمیترسن، همه دیگه بیدار شدن، آگاه شدن و فهمیدن. بر اساس ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال، در پی اعلام حکم اعدام برای توماج صالحی رپر معترض، برخی شهروندان معترض شعارهایی در حمایت از این زندانی سیاسی روی دیوارها نوشتند. مأمور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر. برای توماج صالحی که صدای مردم ایرانه. پنجشنبه 6 اردیبهشت تهران. با درود فراوان، من یک پدر هستم از مشهد منطقه خاجربی. هیچ ترسی از این حکومت ندارم. از موقعی که این عزیزان را از دست دادیم و بعضی های دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارم، دوباره به خیابان باز می‌گردیم. لعنت بر خمینی، مرگ بر خامنه‌ای. همزمان با موج واکنش‌ها به حکم توماج صالحی، بسیاری نگران گزارش‌های مربوط به یک هنرمند معترض دیگه، ترانه علی دوستی هستند که عده اونو به دوره زندان او مربوط می‌دونن. بنابراین گزارش‌ها، خانم علی دوستی به یک بیماری ناشناخته بعد از آزاد شدن از زندان مبتلا شده. وکیل این بازیگر سرشناس میگه تا به حال علت بیماری او تداخل دارویی تشخیص داده شده. زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته موکلش تمایل داره خبررسانی در مورد وضعیت جسمیش با توجه به حفظ حریم شخصیش انجام بشه. بیتا ملکوتی روزنامه‌نگار از واشنگتن با ماست. خانم ملکوتی، نگرانی زیادی در این چند روز گذشته در مورد وضعیت سلامتی خانم علی دوستی هم مطرح شده و زن و نگرانی این که ممکنه مربوط باشه به دوران بازداشتش در اوین. بله، اول از همه بگم که من از شنیدن این خبر خیلی متاثر شدم و امیدوارم که خانم ترانه علی دوستی خیلی زود سلامتیش رو کامل به دست بیاره، چون ایشون نه تنها یکی از چهرهای خیلی مهم و تاثیرگذار در سالهای اخیر در سینما ایران بوده، با بازیهای درخشانی کرده که آخریش هم فیلم برادران لیلا هست، بلکه به خاطر اینکه چهره خیلی تاثیرگذاری بوده در جنبش زن زندگی آزادی، آبروی سینمای ایران بوده در این روزها و در این وقایع، به خاطر دفاعش از معترضین به قتل حکومتی مهسا جینا امینی، به خاطر دفاعش از آزادی و آزادی خواهی، به خاطر اینکه از همیشه از در این سالهای اخیر واکنش نشون داده به جنایات جمهوری اسلامی و در نهایت حجاب اجباری از سرش برداشت،
و پای این شجاعت ایستاد با تمام محرومیت هایی که برای او و کارنامه کاریش و هنریش داشت، چون ترانه خیلی جوونه میتونه چند دهه دیگه کار بکنه و خیلی هزینه داد و این محرومیت ها و همینطور که زندانی که بود سه هفته در آذر و دیماه سال 1401. ببینید اینکه این اتفاق در زندان رخ داده به دلیل تزریق دارو، به دلیل تداخل دارویی یا فشارهای روحی روانی که بوده اگر دارویی بهش دادن و اینا، به طور قطع خود ایشون باید بیاد اطلاع رسانی کنه، خود ترانه. اما اون چیزی که به طور قطع خیلی مشخصه اینه که جمهوری اسلامی نشون داده در این 45 سال از هیچ جنایتی فروگذار نبوده، از زدن هواپیمای خودی با کسانی که مسافرینی که همه ایرانی بودن بگیرید تا کشتن 1500 نفر در سه روز تنها. و حالا که میبینیم که در این یکی دو سال اخیر از این نمونه های مثل خانم ترانه، کسانی که بیمار شدن، سرطان گرفتن، بعد از زندان، بعد از که از زندان در اومدن بیماری خود ایمنی گرفتن، که اخیراً هم آقای مصطفی آل احمد فیلمساز معترض گفتن که به یک نوع بیماری خود ایمنی بعد از اینکه در زندان‌های جمهوری اسلامی بودن مبتلا شدن. ببینید چقدر از زندانیانی که بعد آزاد شدن به طور مشکوکی جان باختن یا خودکشی کردن، مثل سارا تبریزی، مریم آروین، آرش فروزنده و نام‌ها خیلی زیاد، یلدا آقا فضلی. ببینید منظورم اینه که جمهوری اسلامی خیلی دوست داره منتقدین خودش رو حذف بکنه و هیچ وعید نیست که این اتفاق در زندان افتاده، اگرچه که به نظرم شخص خود خانم ترانه یا نزدیکانشون میتونن در این مورد نظر قطعی بدن. به هر حال در پایان میگم که من افتخار میکنم به ترانه و دیگر فیلمسازانی که در حقیقت در سمت درست تاریخ ایستادن و واقعا متاسفم برای همکارانشون و دیگر همسنفی هایشون که شغل و درآمد و به شرافت و وجدان ترجیح دادن و حتما در آینده باید پاسخگوی مردمشون باشن. ممنونم از شما بیتا ملکوتی، روزنامه‌نگار از واشنگتن. خب اما برگردیم به خبر واکنش‌های مربوط به حکم توماج صالحی. بخش دیگری از نظرات مخاطبان رو درباره این حکم با هم بشنویم. خب به نظر میاد که این فایل صوتی هنوز آماده پخش نیست، ولی همونطور که بهتون گفتم واکنش‌های زیادی چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، چه توسط هنرمندان چه توسط سیاستمداران در سراسر دنیا بوده در ساعت‌های گذشته به حکم اعدام توماج صالحی. اجازه بدید بخشی از این واکنش‌ها رو در داخل ایران با هم بشنویم. به کسی که 6 سال محکومیت دادن، حبس دادن، چون اعتراض کرده که دست پای منو شکستن، بهش اعدام بدن، طبق کدوم قانون، طبق کدوم آخه شریعت، طبق من نمیدونم، اینا تو ادعاشون میگن به این مملکت مسلمان، مملکت اسلامی، کجای این دین اسلامیه، کجای این مملکت اسلامیه، کدوم حکمتون اسلامیه، آخه چطوری شما شبا خوابتون میبره؟ یه سر به این دادگاهاتون بزنید، نه به زن رحم کنید، نه به بچه، نه به پیر زن، نه به پیر مرد، نه به زن باردار، آخه من نمیدونم کجای مملکت ما اسلامیه. مملکت ما یه سور به طالبان زده، یه سور به داعش زده، آخه بابا چطوری شبا خوابتون میبره؟ چطوری سرتون رو میذارید رو بالش آسوده خوابتون میبره؟ این همه ظلم تا کی آخه؟ خب قبل از پایان برنامه اجازه بدید دوباره بریم به مرکز واشنگتن دی سی، ساختمان حفظ منافع جمهوری اسلامی در داخل سفارت پاکستان. بیرونش تظاهراتی در جریان، اردوان روزبه از اونجا با ما. اردوان فرداد، همونجور که میبینی به این جمعیت داره اضافه میشه. در ضمن این برنامه قرار نیست به این زودی ها تموم بشه. به نظر میرسه با این اعتراض که امروز با در واقع درخواست فوری NSG ایران اینجا جمع شدن، جمعیت قرار استش بعد از ساعت 5 هم تحصنشون ادامه بدن و حالا اینجا هستن. من جزئیات بیشتر میخوام از سیامک آرام بشنوم. سیامک، میتونی به من بگی که برنامه‌ریزی به نظر میرسه خیلی زود بوده ولی استقبال مردم زیاد بوده، چه نگرانی باعث همچین اتفاقی شده؟ بله، حساسی
حساسیت مردم نسبت به اتفاقات داخل ایران، هم جنگ افروزی و بحران آفرینی جمهوری اسلامی و هم جنگ با زنان و مردم در داخل ایران و خبر در واقع اعدام ها، چون فقط هم توماج نیستش، چند نفر دیگر رو هم در لیست اعدام ها دارن، باعث شده مردم واکنش نشون بدن. و همونطور که اشاره کردین، با اینکه وسط هفته هست و در ساعت کاری مردم اینجا حضور داشته باشن، البته اون همونطور که بازم اشاره کردین شما، اینکه ما قراره تحصن رو ادامه بدیم، شبانه روز اینجا خواهیم بود، در جلوی ساختمون مستقر هستیم تا شنبه دوباره یه تجمع دیگه ای رو ما روز شنبه هم داریم. میخوام نظر خودتو بدونم، وقتی خبر اعدام توماج صالحی رو به عنوان یک هنرمند شنیدی، چه احساسی داشتی؟ آره، این در واقع موقعیت جمهوری اسلامی رو نشون میده، یعنی حتی با قلم و صدا که توماج صالحی فقط همین قلم و صدا رو داشته، حتی این رو هم نمیتونه تحمل بکنه و این گمان رو داره که با قتل حکومتی و با اعدام میتونه مردم رو ساکت کنه. از اون طرف الان این حرکت ها فقط هم اینجا نیست، احتمالاً تو خبرهای شما هست، نقاط مختلف جهان واکنش نشون دادن به این مسئله، برای اینکه در واقع عکس اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد داره اتفاق میفته. من فکر نمی کنم مردم هم متوقف بشن. همونطور که میدونید تجمعاتی جمعه، شنبه، یه شنبه در آمریکا فراخوان یافیران هست، گروه های مختلفی در اروپا، کانادا و استرالیا هم قرار تجمع بکنن. ممنونم. همونجوری که سیامک هم اشاره کرد، این تجمع ادامه پیدا خواهد کرد، شکل تحسن پیدا میکنه و به هر حال نشانه نگرانی هایی هستش که ایرانی ها دارن. همونجور که میدونیم با آغاز جنبش مهسا، خب کاری که خیلی از ایرانیان این منطقه میتونستن انجام بدن این بود که میتونستن در خیابان ها حاضر بشن، حرف بزنن، شعار بدن و نشون بدن اعتراضشون رو. فرداد، شاید یکی از چیزایی که خیلی مهمه و من خیلی از این مردم میشنوم اینجا اینه که میگن اونا تلاش میکنن نشون بدن که مردم ایران حسابشون از جمهوری اسلامی جداست. در واقع مردم ایران کسانی هستن که هم امروز با سیاست‌های ناآرام کننده منطقه اونها رو به سمت جنگ داره میبره و همین که خود اونها در داخل کشور با فشارهای مختلف حکومتی روبرو هستن و این مشکلات رو 200 چندان کرده. با توجه به آغاز فشارهایی که بابت بهانه حجاب اجباری و چیزایی از این دست به وجود آمده، بر صورتی بار دیگه ایرانیان این منطقه وارد خیابان‌ها شدن، برنامه‌هاشون رو ادامه خواهند داد و به نظر میرسه که ما به همین ترتیب در روزهای آتی در کنار دیگر مناطق در دنیا، ایرانیان در اروپا، در کشورهای مختلف، در واشنگتن دی سی شاهد این اعتراضات باشیم و ادامه اونها، و امیدوار هستیم که واقعا روزی این مملکت روزهای بهتری رو بتونه ببینه. اردبان، قبل از اینکه بذارم بری، اونطور که متوجه شدم و در مصاحبه‌ام کوتاه بهش اشاره شد، ظاهرا بعد از خود این تظاهرات قراره اونجا تحصن کنن، درسته؟ کاملا درسته. قرار هستش که بین دو تظاهرات، در واقع دو با دو اعتراض، که یکی امروز بوده که خیلی هم فوری و خودجوش بوده، این جمعیت درست روز کاری اینجا هستن و میدونین که اصولا روز کاری در آمریکا بیرون آمدن و چنین برنامه‌ای گذاشتن اصلا کار آسونی نیستش. قرار هستش با توجه به که روز شنبه هم یک برنامه اعتراضی دیگه دوباره همینجا برگزار خواهد شد، در بین این دو برنامه دست کم در این مدت رو قطعاً یک تحصن گروه از ایرانیان به طور شبانه روزی اینجا خواهند داشت. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از روبروی دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.